گفت اگر شهید شدم، اگه این سعادت نصیبم شد، برو به مادرم بگو که مثل مادر مهدی رضایی باشه. من فرزند فقر و دردم. بعد نشست و گفت تاریخ سیر تکامل خود را طی می کند و معلوم خواهد شد که ظالم کیست و مظلوم کیست. بعد گلوله ها شروع کردند و خورد به چشمش و نفس از کاسه سر بیرون آمد. یکی از برادرها بلافاصله لباس رو در آورد، در کنارش قرار گرفت و گفت من رو هم به شهادت برسونید. تیر خورده و کتک خورده زیاد داشتیم. حتی صبح روز بعد که باز هم مادران ما به دادخواهی و اعتراض اومده بودند، به مادران شهدا هم رحم نکردند. ای وای بر سنگدلان، چطور جرأت کردید دست مادر شهید رو بشکنید؟ وای بر شما، این اسلام غیر انتقادی. ولی 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 تاریخ سیر تکامل خود را طی می کند و سرانجام معلوم خواهد شد که ظالم کیست و مظلوم کیست. بله، ما تا ابد این کلام ناصر رو بیاد خواهیم داشت. حالا گو گلوله ها ببارند. ما هم سینه هامون رو سپر خواهیم کرد. نسل مهدی رضایی ها و ناصر محمدی ها بیسته و همچون شب تیره مغلوب صبح نشه و لیل ازا اسعد و صبح ازا تنفر، چین همان چشمه خورشید جهان افروز است، چشمه حقیقت و روشنایی، داستان انگیزش و بعثتی انقلابی و مستمر که از ناصر صادق تا ناصر محمدی و از رضا رضایی تا رضا حامدی و از فاطمه امینی تا نسرین ها و پروین ها همچنان خونبار ولی دست افشان و پاکوبان ادامه خواهد داشت. بله، ستارگان ما برانند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این مهم طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره‌کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. و راستی مگه به بعثت انبیا که همین دیروز عید مبعث رو جشن گرفتیم جز به خاطر این چیزها بود؟ اگر کسی قبول نداره گوش بکنه، از قول پدر طالقانی مستقیما میخونه.